و با شدن شعبه های رای گیری انتخابات مقدماتی در 6 ایالت در شرق و غرب آمریکا در روز سه‌شنبه، مرحله مقدماتی رقابت های داوطلبان برای ورود به کاخ سفید به پایان میرسد. هیلاری کلینتون پیشتاز رقابت های درون حزبی دموکرات با 2 پیروزی پیاپی در انتخابات مقدماتی در قلمروهای پورتوریکو و جزایر ویرجینیا آمریکا در 2 روز گذشته احتمال نامزدیش در انتخابات 2016 آمریکا را بیشتر کرده است. سناتور برنی ساندرز دموکرات تنها رقیب باقی مانده خانم کلینتون یک بار دیگر تاکید کرده که پیام کارزارش را به کنوانسیون ملی حزب خواهد برد. فرهاد پولادی گزارش می‌دهد. وزیر خارجه پیشین با پیروزی 2 روز گذشته با دریافت خودکار نامزدی حزب دموکرات فاصله بسیار کمی دارد. خانم کلینتون روز گذشته با برشمردن برخی از طرح‌های سیاست خارجی آقای ترامپ مانند کاهش کمک آمریکا به پیمان نظامی ناتو، پیشنهاد مذاکره مستقیم با رهبر کره شمالی، توهین به همپیمانان واشنگتن و مجاز دانستن دست به برخی از کشورها به تسلیحات اتمی گفت که مردم آمریکا باید از راهکارهای آقای ترامپ آگاه شوند. مردم شاهد کارزار انتخابات سراسری پر از جنگ و جدل خواهند بود، زیرا من در هر فرصتی که به دست آورم به مردم آمریکا دلایلی که نامزد حزب جمهوری خواه نباید به کاخ سفید نزدیک شود را صراحتاً بیان خواهم کرد. با توجه به نتایج انتخابات مقدماتی روی روی خانم کلینتون و آقای ترامپ در انتخابات سراسری حتمی به نظر می‌رسد. در اردوی دموکرات‌ها سناتور ساندرز 74 ساله که با سرسختی هرچه تمام‌تر در کارزار انتخابات مقدماتی مانده است، اعلام کرده که پیام کارزار خود را به کنوانسیون ملی حزب که در آن نامزد حزب برای ورود به انتخابات سراسری معرفی می‌شود، خواهد بود. سناتور ساندرز که خود را سوسیال دموکرات می‌داند، در سخنرانی روز گذشته نه تنها سیاست خارجه آقای ترامپ را زیر سوال برد، بلکه گفت که برنامه‌های اقتصادی این میلیاردر دنیای مستقلات به ویژه برنامه‌های مالیاتی وی کمکی به قشر متوسط و پایین نخواهد کرد. سناتور ساندرز همچنین خانم کلینتون رقیب همحزبی خود را از حامیان شرکت‌های وال استریت دانست. گرچه رویکرد اقتصادی خانم کلینتون متفاوت است، اما او از کمک کنندگان مالی عمده و شرکت‌های وال استریت کمک‌های مالی فراوانی دریافت کرده است. داوطلبان انتخابات نباید پول این شرکت‌ها را دریافت کنند، بلکه باید با وال استریت مبارزه کنند. از سوی دیگر آقای ترامپ جمهوری خواه در جدیدترین مسابقه خود گفت که قاضی که پرونده رسیدگی به دانشگاه ترامپ را در دست دارد به علت مکزیکی تبار بودن داوری جانبدارانه به این پرونده خواهد داشت. برخی از دانشجویان این دانشگاه تعطیل شده در پرونده حقوقی مدعی شدند که دروس ارائه شده این مرکز با آنچه در تبلیغات آن آمده مطابقت نداشته است. آقای ترامپ در ادامه مسابقه در پرسخ به پرسشی که اگر قاضی مسلمان بود ادعا کرد در این صورت نیست قاضی در مورد او مغرضانه قضاوت میکرد. آقای ترامپ بارها در کارزارها انتخاباتیش گفته پس از ورود به کاخ سفید برای ممانعت از ورود مهاجرین غیرقانونی به کشورش در امتداد مرز با مکزیک دیوار خواهد کشید. به همچنین گفته است که برای جلوگیری از بروز حوادث مانند عملیات تروریستی در پاریس و کالیفرنیا مانع ورود مسلمانان به آمریکا خواهد شد. در بین ایالت‌های برگزار کننده انتخابات مقدماتی کالیفرنیا به علت اینکه پرجمعیت‌ترین ایالت آمریکا است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نتیجه انتخابات در این ایالت به عنوان معیار سنجش اقبال مردم به نامزدان جمهوری‌خواه و یا دموکرات در انتخابات سراسری تلقی می‌شود. فرهاد پولادی، صدا آمریکا.